به شما سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم در این روز از ایام نوروزی از واشنگتنی که همچنان شاهد بارش برف است. سالی خوش برای شما عزیزان آرزو میکنم، برای ایران، برای کودکان و نوجوانان ایرانی، با این امید که آینده ای روشن در برابر خود داشته باشند. در این برنامه نیز علاوه بر مهمترین مسائل روز نگاهی میاندازیم به آنچه که در سال گذشته در ارتباط با ایران و مردم ایران، به ویژه در ارتباط با سفره مردم ایران گذشت. در سال گذشته جمهوری اسلامی، حکومت فقیه چه گامهایی برای تأمین نیازهای مردم برداشت، چه گامهایی برای تأمین حقوق مردم برداشت. به اعتراف رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای، سال گذشته برنامه اقتصادی اعلام شده او موفق نبود. امسال چه خواهد شد؟ با اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی، نشانه ها به ما چه میگوید؟ از اختلاس‌های تازه در جمهوری اسلامی خبر می‌رسد. آن سوتر در مرزهای ایران، آنچه که تأیید شده است، کشتن یک مرزبان ایرانی به دست جیش العدل است. روند خشونت در منطقه به سود کیست؟ آنچه که آقای کروبی، مهدی کروبی، درباره آیت الله خمینی گفته است، مدعی شده است که آیت الله خمینی یک فیلسوف و عارف بوده است، عارفی که از نخستین روز تکیه زدنش بر اریکه قدرت در مدرسه علوی فرمان کشتار کسان بیشماری را صادر کرد. بر پشت بام بالای سر او افسران ارتش ایران تیرباران شدند، نماز شکر به جای آورد و قتل‌های بسیار، کشتارهای دهه 50 و 60 به فرمان آیت الله خمینی، به گفته آقای مهدی کروبی، فیلسوف و عارف. گفتنی ها بسیار است. در این برنامه مرور میکنیم همان گونه که اشاره کردم، آنچرا که مربوط میشود به ایران و در عرصه منطقه‌ای و بین المللی نیست. با من و شما هستند در استودیو آقای ناصر محمدی، روزنامه‌نگار، و در اسلو آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین ایران و عضو کمپین سفارت سبز. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ناصر محمدی، باز نوروز شما خجسته باد. با سلام. از ادب دارم جناب چالنگی، خدمت شما، خدمت جناب هیدری و بینندگان و شنوندگان شبکه ایران فردا، به ویژه هموطنانمون در ایران. و به من اجازه بفرمایید، گرچه در هفته پیش یک بار تبریک گفته ایم پیشا پیش نوروز را، ولی اجازه بدید که به هموطنانم و همه کسانی که نوروز رو برپا می دارند و جشن می گیرند عرض تبریک کنم و سالی سرشار از شادی و پیروزی براشون آرزو کنم. به اتفاق شما به آقای محمد رضا حیدری سلام میگیم و خجسته باد نوروزی.
منم خدمت شما و جناب محمدی سلام دارم، امیدوارم سال خوبی شما و بینندگان برنامه‌تون داشته باشم و تمام هموطنان سال خوبی رو شروع کرده باشه. در خدمتتون هست. این رو من بگم، شاید هیچ کشوری در جهان نبود که مراسم نوروزی در اون برگزار نشد. ایرانیان در هر کجایی که بودن مراسم نوروزی رو برگزار کردن، جشن‌های مختلفی در مناطق کردستان عراق نیز، کردستان ترکیه، در افغانستان، تاجیکستان به طور گسترده این مراسم برگزار شد. در همین واشنگتن مراسم متعددی انجام شد، از جمله کردهای ایرانی، کردهای سوریه، ترکیه و عراق نیز مراسم ویژه‌ای برگزار کردند. چند هزار نفر گرد آمدند و شادمانی های نوروزی و رقص های بسیار بسیار زیبای کردی. و این مراسم البته تا 13 بدر که در خارج از ایران، به خصوص در آمریکا، روزهای متفاوتی 13 بدر رو برگزار میکنن، یعنی معمولا روزهای تعطیل شنبه یا یک شنبه، حالا ممکن 14 هم باشه یا 11 هم باشه. به هر حال نوروز جهانی نو رو با خودش برای بسیاری برمغان میاره. برای مردم داخل ایران آقای محمدی، چه بشارت هایی میبینید در ارتباط با سفره مردم ایران؟ آنچه رو که نشونه هایی که در سخنان مسئولان جمهوری اسلامی هست، عملکردشون برای بهبود وضعیت معیشتی مردم، بقیه چیزها فعلا صحبت نمی کنیم، دموکراسی و هرچه که هست. والا اگه بخوام اختصاصا بپردازم به این مسئله که وضع معیشتی مردم چه خواهد شد، جناب شلنگی اجازه بدین اشاره بکنم به کاری که الان دولت آقای روحانی در پیش گرفته است و اونم مسئله هدفمندی یارانه هاست. حالا باز دوباره بار دیگر بعد از این که آقای احمدی نژاد آمدند و به همه 74 میلیون آهاد کشور به هر کدوم 45,000 تومان در ماه پول دادند، حالا آقای روحانی اینا با خزانه خالی و کیسه تهی مواجه شدن. برنامه ای که دارند این استش که اظهارنامه های، حالا اسمش هم گذاشتن خود اظهاری، این اظهارنامه ها رو به مردم بدهند تا هر کسی بگوید نیاز دارد یا ندارد. و این خیلی عجیب قریبه، به خاطر اینکه همین دولت یک ماه پیش وقتی که سبد کالا رو عرضه کرد و وقتی دیدن که صفهای طولانی تشکیل شده بود، حتی زد و خورد و زیر دست پا مجروح شدن اینها رو به همراه داشت، به هر حال به یک حالت بسیار بسیار زشت هم عمل کرد. اما حالا چه میگویند؟ میگویند اون کسانی که درخواست میکنند بگویند که فقیر هستند تا ما بتوانیم به اینها یارانه بدهیم. جایی که تا جایی که صدای اعتراض آقای علی راریجانی رئیس مجلس هم بلند شده، میگه اصلا آقا اگر مردم بخواهند بیایند بگویند که فقیر شدیم، شاید 10% مردم کشور واقعا در فقر باشند، بقیه اونهایی که طبقه ای هستند که به هر حال زندگی متعادل تری دارند ولی نیاز دارند به یارانه ها، خب اینا هم باید بیان لابد بگویند ما فقیر هستیم و این کار به ثمر نخواهد رسید. و اگر خاطرتون باشه جناب چالنگی، در زمان آقای احمدی نژاد وقتی که مسئله یارانه ها رو مطرح کرد، همه اقتصاددانان گفتن که آقا وقتی نقدینگی افزایش پیدا میکنه طبعا تورم هم افزایش پیدا میکنه، قیمت ها بالا میره، ولی با حمایت رهبر رژیم و با اون قدرتی که آقای احمدی نژاد اون موقع داشت، این حماسه به اصطلاح اقتصادی رو پیاده کردن. و حالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم دولت خودش میگوید بدهکاریهاش بسیار زیاده، کفگیر به تای دیگ خورده و پولی هم نداره خرج بکنه، حتی اون 4,200,000,000 رو که از بابت مسئله هسته‌ای قرار شد در 8 قسط بگیرن، این رو هم اعلام کردن که مردم دلخوش نباشن که این 4 میلیارد صرف مثلا رفاه مردم خواهد شد، بلکه مسائل دیگری داریم که باید خرج اونا بشه. بنابراین بنده تصور نمی کنم جناب چلنگی برنامه ویژه‌ای برای این که رفاه مردم افزایش پیدا کنه در پیش داشته باشند. البته همه
نقایص رو به تحریم ها نسبت میدن، در حالی که به اعتقاد من اینجور نیست و تحریم ها درست است که فشارها رو افزایش داده، ولی فشارهایی که بر مردم وارد میشد حتی از قبل از این تحریم ها وجود داشت و الان داره افزایش پیدا میکنه. ببخشید که طولانی شد. خب یه نکته در مورد همین هدفمندی یارانه ها هست، این همین کلمه همین صفتی که به کار میبرم برای یارانه ها، هدفمندی، من تصورم این هست که بسیاری از کسایی که نیازمند کمک هستن، یعنی نیازمند که باز کلمه درستی نیست، به خاطر اینکه صاحب ثروت خود مردم هستن، کسانی که در جمهوری اسلامی نیازمند شدن، بسیاریشون در روستاهای ما، جاهای دورافتاده ای که هست، من فکر نمیکنم حتی همین کلمه برایشون قابل درک باشه که چه منظوری داره. این هدفمندی البته زیر این پوشش گزارش های رسانه های خود دولتی هم حاکی از این هستش که چند صد میلیارد دلار که نه ریال و تومان حیف و میل شده، که اینو در یک برنامه دیگه حتما درباره صحبت خواهیم کرد. آقای حیدری عزیز، واقعا این وضعیتی که اشاره میکنن، الان حدود 40% مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنن، تا چند اندازه وابسته به دیپلماسی جمهوری اسلامی هست؟ یعنی تا چند اندازه وابسته به مسئله تحریم ها هست؟ که اگر هست چه تلاشی در این زمینه میشه؟ در وین مثلا چه تلاشی شد برای اینکه این تحریم ها شکسته بشه، وضعیت مردم ایران بهبودی پیدا کنه اگر شده نیست؟ خدمتتون عرض کنم که بیشتر مشکلاتی که الان مردم ایران باهاش دست به گریبان هستن و این فقر و فلاکتی که در واقع بهشون تحمیل شده، ناشی از سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی در چارچوب همین صدور انقلاب و حمایت از گروه‌های تروریستی بوده که باعث شده بسیاری از منابع مالی ایران رو که باید در خدمت در واقع منافع مردم ایران باشه و برای بهبود شرایط زندگی اونا خرج بشه، در خارج از مرزهای ایران در خدمت این گروه‌های تروریستی بوده. مبالغ پول زیادی در خدمت حزب الله، حماس و گروه‌های در واقع تروریستی دیگه در یمن، در عراق داره هزینه میشه، فقط به خاطر اینکه آقای خامنه‌ای بتونه اون سیاست خودش رو برای اینکه بشه ولی امر مسلمین اجرا بشه. و در همین چارچوب هم ما می‌بینیم که همواره سعیشون بر این بوده که مردم ایران رو در یک شرایط سختی از زندگی قرار بدن که اینها نتونن هیچ گونه حرکتی انجام بدن. مضافاً بر این که الان مداخلات ایران در سوریه و تامین بودجه‌های در واقع کشور سوریه برای مقابله با مردمش هم به دوش در واقع ایران افتاده و مردم ایران در واقع باید هزینه های این رو بدن. اینه که میبینیم عملا آقای روحانی در بعد اقتصادی دستش بسته است و نمیتونه کاری برای داخل بکنه، به خصوص چه در رابطه با سیاست داخلی. حالا برای اینکه مردم رو به نوعی فریب بدن، صحبت از مذاکرات هسته‌ای و برداشتن تحریم ها میشه که همگان میدونن که تحریم ها هم به این راحتی برداشته نخواهد شد و اول باید جمهوری اسلامی شفاف سازی کنه و مشخص بشه که واقعا قصدش از این همه هزینه‌ای که برای پروژه هسته‌ای کرده واقعا صلح‌آمیز بوده یا قصد دیگه‌ای داشت. آقای حیدری، این که میفرمایید آقای روحانی دستش بسته است، یعنی این تکه داره و این حرف، به هر حال که با اطمینان که آقای روحانی میخواد کاری بکنه. واقعا آقای روحانی به هر حال یکی از آدمهای همین نظام بوده، دست داشته در بسیاری از مسائل. من نمیخوام بگم نمیخواد کاری بکنه، شاید هم بخواد. بحث من اینه، مگه مشکلات ایشون نمیدونست چیه؟ مگه قرار شد فردای این که آقای احمدی نژاد بر کنار شد تازه رئیس شورای امنیت حکومت تازه بفهمه که آقا خزانه خالی است و چه شده و امکانات وجود نداره؟ این که قابل قبول نیست. در چارچوب سیستم ولایت فقیه خب ایشون میدونسته که همونجور که آقای خاتمی هم گفت، رئیس جمهور بیشتر از یک آبدارچی نیست و هیچ قدرتی نداره، ولی عملا چون مردم در واقع دل به این بسته بودن که میتونه ایشون بیاد و با حمایت برخی از افراد شاخص همین هیئت حاکمه، یعنی افرادی مثل آقای هاشمی رفسنجانی، شاید با این فشارهای تحریم ها آقای خامنه ای به نوعی عقب نشینی کنه و فضایی باز بشه تا بتونن در واقع مردم یک نفسی بکشن. ولی ما میبینیم که چنین چیزی مهیا نخواهد شد و همین سخنرانی که آقای خامنه ای در مشهد کرد عملا اعلام کرد که فضای سیاسی و
در واقع فرهنگی داخل کشور کماکان همون روی همون روال خواهد بود و آقای روحانی اگر بخواد در واقع همون نرمش قهرمانانه ای هم بخواد بکنه تو همون بعد سیاست خارجی و گفتگو با کشورهای پنج به علاوه یک خواهد بود و بیشتر از این ایشون در واقع اختیاری نداره. آقای محمدی ببینید این ظاهرا به شکل سنتی در جمهوری فقیه در اومده، کسانی که دستن در کار بودن به قول سعدی، اینو من بارها گفتم، در آغاز بنیاد ظلم اندک بود در که آمد مزیدی بران کرد تا به دین غایت رسید. بله امثال آقای کروبی با احترامی که برخوردار هست به خاطر مواضع و اقداماتی که در جریان انتخابات گذشته داشته، اما آقای کروبی یکی از ارکان این نظام بودن. باز هم این در فرهنگ هست، در فرهنگ همه جای دنیا هست، کسی ممکنه با هیتلر می بود ولی می برید و می اومد این ور صف می ایستاد علیه هیتلر. هیچ کدوم از آقایون چون این کاری رو در رده های بالا انجام نداد، از جمله آقای کروبی، از جمله آقای میرحسین موسوی که آخرین خواسته و طلایی ترین خواستهشون بازگشت به دوران طلایی امام بود. بله بدون هیچ رو درواز. درست آقای کروبی که دوره رئیس مجلس بودن، بنیاد اگر اشتباه نکنم بنیاد امام یا مستضعفین، یکی از این بنیاد شهید و بقیه جای مختلف، بنیاد شهید ببخشید، الان این پرسش مطرح کرده که چرا چنین شده وضع به اینجا رسید. بله در همین صحبت ها ایشون مطرح میکنه که آقای خمینی یک فیلسوف و یک عارف بود، یعنی در واقع جواب خودشون دادن، یعنی این خاطر چنین شد چون امثال آقای کروبی هنوزم معتقد هستن که آقای خمینی یک عارف بود. بله میدونید الانم به نظر میرسه که همه گناهان مشکلات هر چه که هست رو بر گردن آقای احمدی نژاد انداختن. بله عادلانه است وضعیتی که مردم بهش دچار هستن. این در همین 8 سال آقای احمدی نژاد اتفاق افتاده، در دوره آقای رفسنجانی نبوده سنگ بناهاش. بله. در دوره قراردادهای پنهانی نفتی نبود و و و و کارهای دیگه. نه خب جناب چلنگی، منحصر به دوره آقای احمدی نژاد که نبوده است، اساسا پایه‌هاش از قبل گذاشته شده، از همون موقعی که این فیلسوف و عارف بزرگ آمدن سر کار. ولی آقای احمدی نژاد هم اگر کاری کرده است، الان شما صحبت هدفمندی یارانه ها رو کردید، اگر کاری کرده است با حمایت بی‌دریغ و بی حد رهبر انجام شد، به اضافه این که تمام اصولگرایان ازش حمایت کردن، حتی مجلس رو تهدید کرد که اگر این لایحه رو تصویب نکنید من نمیدونم پس میگیرم و از این حرفا. من اگه اجازه داشته باشم فقط یه جمله تو پرانتز بگم که این هدفمندی یارانه ها این بود که 5 ساله 100 میلیارد دلاری که فرض کنید بین 20-25 تا کالا تقسیم میشد اینو بیان به مردم بدن و سالی 20 میلیارد دلار که اولین مرحلهش اجرا شد و در دومین مرحله گیر کردند. اما اون چه که میفرمایید و جناب کروبی گفتند خیلی جالبه. از روز اولی که آقای خمینی اومدن به ایران خیلی ها سعی کردن ایشون رو به عنوان فیلسوف و عارف معرفی بکنن. بله حزب توده هم چنین کرد، از قضا حزب همشون من وقتی گفت هیچ برای عزم اتفاقا میخواستم به همین مسئله اشاره کنم، برای هیچ آقای خمینی فلسفه باخت و حتی شاعر بله مثل آقای سیاوش کسرایی در این زمینه شعر سرود. بفهم ببینید در همین اتفاقا نکته ای رو اشاره کردید که بنده هم در نظرم بود، وقتی که ایشون با صداقت تمام گفت آقا هیچ احساسی ندارم، خیلی راحت و آسوده بعد از 15 سال برمیگردی به کشورت، گفت احساسی ندارم و احساسی هم نسبت به ایران نداشت. اما من یادم هست که ده‌ها مقاله نوشتند که آقا دید امام ببین چقدر بالاست که اصلا ایران واسش مسئله نیست، جهانی فکر میکند و اصلا حکومت واسش مسئله نیست، احساسی ندارد به این، در حالی که میدانستند و میدانیم که اصلا یکی از هدفهای ایشون این بود که محمد رضا شاه رو به زمین بزنه، ضمن این که قدرت رو بگیره، اینا در کتاباش هم نوشته. ولی حالا بعد از این همه گذشت این دوران، البته آقای کروبی باید بگن چون
بنده شخص خودمون میگم هیچ وقت جدا نمی کنم امثال آقای کروبی، امثال آقای موسوی و دیگران رو از کل نظام. هر کدوم یه نقشی دارن بازی میکنن. نمیخوام بگویم الان دارن نقش بازی میکنن، نه، هر کدوم در یه زمانی، ولی همشون به قول آقای موسوی نهایتا میخواهند که قانون اساسی بدون تنازل اجرا بشه. و خب حالا وقتی که قانون اساسی بدون تنازل اجرا بشه، من فکر میکنم تازه وضعی که الان داریم خیلی هم خوبه، چون معلوم نیست، به بعضی از اصول اشاره میکنن، در حالی که در همین قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه هست، در همین قانون اساسی حکومت جهانی اسلام هست. و به هر حال حالا چه تعبیر و تفسیری جناب کروبی از مسئله فیلسوف و عارف دارن، اون عرفایی که ما در تاریخ خوندیم، شاید ما همه اون اشتباه کردیم، یه چیز دیگه بوده. و اصلا عارف به همین آدمایی میگن که آمدند و حکومت درست کردند و از همون اول هم از روز چهارم، درست 26 بهمن، با اعدام‌های پشتوان مدرسه علوی تمام این اعدام‌ها شروع شد که هنوز هم ادامه داره. و من نمیدونم که چجوری میشود یه فیلسوفی، اساساً یه روشنفکری، یک عارفی بتواند دست به چنین اقداماتی بزنه. متاسفانه به قول معروف، به قول معذرت میخوام، این کلمه تو کتب من نمیره که یه همچین تعبیری رو بپذیرم جناب چالنگی. بله خب البته بوده در تاریخ ایران، در زمان حافظ هم بوده، امیر مبارز الدین بوده، کسان دیگه بودن که عارف نبود. بله دای عرفانی هم نداشتن، گردن میزدن و از اون برم در همون نماز جمعه و بعد وضوع میگرفتن و به نماز میستادن به امامت جمعه. درباره اون چی که آقای کروبی گفته، درباره این که چرا در یک دایره بسته این مخالفت ها در یک دایره بسته چرا راه به جایی نمیبره و به سود ایران و مردم ایران نیست، امیدواریم در برنامه های آینده بیشتر و بیشتر صحبت کنیم. اما آقای حیدری گرامی، از نظر سیاست خارجی جمهوری اسلامی این روزها خیلی صحبت این هستش که روسیه به عنوان یک کشور بزرگی که روابط حسنه‌ای هم با جمهوری اسلامی داره، درگیر مسئله پیامدهای مسئله اوکراین هست و کریمه، جدا شدن کریم. این رو خیلی به اصطلاح به نفع حکومت ایران بسیاری از مفسران تفسیر کردن. عرض کنم خدمتون اینی که در یک اردوگاه قرار گرفتن روسیه و ایران و کشورهایی مثل حکومتهایی مثل حکومت سوریه، بگذاریم از اینکه آقای حسین شریعت مداری سردبیر کیهان گفته بود که روسیه از ما یاد گرفت که بالاخره میشه جلو آمریکا ایستاد، اینا حرفیه که آقای حسین شریعت مداری زد. روابط بین المللی ما در سطح بین المللی، ما بجز روسیه، یعنی ایران بجز روسیه، چه دوست قدرتمند دیگه ای داره و روابط با روسیه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ تکیگاه خوبی هست برای دراز مدت در جهت منافع ملی؟ خدمتتون عرض کنم که اگر به تاریخ ایران، روابط ایران و روسیه نگاه کنیم، که همواره روسیه از ایران در واقع بهره برداری کرده برای رسیدن به منافع خودش، و عملا مردم ایران فراموش نخواهند کرد که بسیاری از سرزمین‌های امروزی که الان خودشون به عنوان کشورهای مستقل هستن توسط روس‌ها طی دو قرارداد مهم از ایران جدا شدن. و اگر امثال آقای خامنه‌ای و تیمشون این گونه تصور کنن که روس‌ها برای در واقع منافع اونها قدمی خواهد برداشت، اشتباهی استراتژیک. و غیر از روسیه چین هم هست. البته در داخل جمهوری اسلامی به خاطر اینکه اونها الان فکر میکنن که شکافی در مذاکرات 5+1 ایجاد میشه و از طرفی میتونن با روسیه و چین به نوعی به توافقاتی برسن، این شده که این گونه دارن تفسیر میکنن. وگرنه غرب عملا اعلام کرده و آمریکا کاملا موقعیت خودش رو در این مذاکرات برای ایران روشن کرده که باید در مسیر مذاکرات به اون اهدافی که میخوام برسن، و اگر
جمهوری اسلامی بخواد الان به خاطر این مسائل کریمه یا مسائلی که روسیه بخواد براش ایجاد کنه خارج بشه از این مذاکرات، عملا به نظر من بازی رو باخته و جمهوری اسلامی در مسیر غلطی قدم خواهد زد که منجر به این خواهد شد که بسیاری از منافع خودش رو در کشورهایی که الان داره در اونجا فعالیت‌های تروریستی میکنه از دست خواهد داد. این نکته ای هست که خیلی از دوستان ما امیدوار به این اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامی هستن. بله، یعنی اینکه شما این رابطه با روسیه، چین خب به هر حال بیشتر جنبه اقتصادی داره، خود شما قطعا بهتر میدونید که چین حضور فعالی همچون روسیه در عرصه سیاست بین الملل نداره، اگر داره از در اقتصاد وارد شده در این عرصه بیشتر. اما این رابطه تا چه اندازه روی روابط منطقه‌ای ایران اثرگذار هست رابطه با روسیه؟ یعنی روسیه میدونیم با عربستان و کشورهای دیگه منطقه هم رابطه بدی نداره، تا چه اندازه میتونه این کفه ترازو یک زمانی به هر حال ایران رو، حکومت ایران رو رها کنه روسیه؟ الان ما میبینیم که چند مورد ایران قراردادهایی رو با روس‌ها امضا کرده که عملا باعث ناخوشایندی کشورهای غربی شده و همین مسئله صادرات نفت و نکات اینچنینی میتونه برای آینده ایران مضر باشه. اما خب روس‌ها همون گونه که الان به این گونه وارد صحنه شدن، عملا به عربستان هم قبل از بازی‌های المپیک زمستانی یک اخطاری رو فرستادن. روسیه الان از سیاست‌های ایران به نوعی مداخلاتی که ایران داره می‌کنه در منطقه به خصوص در کشورهای خلیج فارس به نوعی داره حمایت می‌کنه و ما می‌بینیم که روس‌ها الان در قضیه سوریه، در قضایایی که در عراق داره اتفاق می‌افته روی برگ ایران حساب کردن و امیدوار هستن هم در همین مذاکرات، همونجور که معاون وزیر خارجه‌شون هم گفته، چنانچه فشارها به روسیه زیاد بشه این مذاکرات به سمت و سوی دیگه‌ای خواهد رفت. و این به نظر من بدون جهت نبوده که آقای ریباکوف یک همچین صحبتی رو کرده. عملا همین اتفاقاتی که در ایران افتاده، ملاقاتایی که سفیر روسیه در ایران با مقامات ارشد ایران انجام داده، نوید این رو میده که ایران یک اشتباه در واقع استراتژیک بکنه و بخواد با روسیه وارد این مذاکرات بشه و به نوعی بخواد خودش رو از این مذاکرات کنار بکشه یا زیاده خواهی هایی رو انجام بده که مورد غرب قبول نگیره و عملا باعث بشه که دودش تو چشم مردم ایران بره. آقای محمدی، به نظر میرسه این تفسیر رو خیلی قائل شدن که حکومت ایران اولا دو سر پیدا کرده در حال حاضر، بوده همیشه دو جناح مختلف تشکیل دهنده این حکومت، الان یک وجه و یک سر این حکومت در دست رفسنجانی هست و در رده پایین وابسته به رفسنجانی حسن روحانی و آنچه که ایشون مربوط میشه مثل وزیر خارجهش ظریف، یک سرش هم ولی فقیه هست و آنچه که به ایشون مربوط میشه، یک انشقاق این وسط هست، یکی تمایل داره به اینکه مسائل با آمریکا غرب حل بشه، آن یکی خیر دست کم اون تمایل رو نداره. در آمریکا میبینیم که سناتورها اخیراً چندین سناتور نامه نوشتن خواستار سیاست جدیتری شدن، اکثرا هم دموکرات هستن، از اوباما در برابر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و بالای 300 کنگرسمن نماینده مجلس نمایندگان همچنین کرد. بله، این سیاست در برابر آمریکا سکان نهاییش در دست کیست و ادامه چنین سیاستی به نفع کیست؟ حضورتون عرض کنم به انشقاق اشاره کردین بین گروه ها و حالا به عنوان سمبولشون یکی آقای خامنه‌ای و در گروه دیگر آقای رفسنجانی و بعضی از چهره های اعتدالگرا رو مطرح کردین. این اختلاف و انشقاق جناب چالنگی مال الان نیست، از همون موقعی که آقای خامنه‌ای رهبر شد با توسط آقای رفسنجانی انتظار اون گروه اعتدالگرا این بود که آقای خامنه‌ای رهبریشو انجام بده و فکر و برنامه ریزی و اندیشه رو بذاره در اختیار رفسنجانی و دیگران، ولی دیدیم که آقای خامنه‌ای قوام‌مال قدرت هست، هنوزم هست. اگر امروز آمده یه مقدار عقب نشینی کرده است به واسطه این هستش که در دوران احمدی نژاد خب میگفت فکرم نزدیکتر است با آقای احمدی نژاد و حمایت کرد از او و کار رو هم به اینجا رسونده، حالا یه مقدار عقب نشینی کرده، ولی میبینیم که باز هم حرف نهایی رو او میزنه.
اسم سال رو روی مسائل فرهنگی میذاره، روی مسائل اقتصاد مقاومتی میذاره. به نظر من آقای خامنه ای هست که در نهایت بالاخره حکم رو میدهد، یعنی حرف اوست که فصل الخطابه. اما در مورد روسیه اگر اجازه داشته باشم یه نکته رو عرض بکنم که اجازه بفرمایید آقای محمدی، من حرف من این هستش که این سیاست به نفع کیست؟ حالا همین عرض بکنم، به سود ایرانه چون این سیاست، به سود مردم ایرانه چون این سیاستی رو ادامه دادن. پیش از انقلاب نظام پیشین در صدد یک موازنه بود، یعنی اگه روابط با غرب بسیار گسترده بود، در دست کم دو دهه آخر نظام گذشته تلاش شده بود با بلوک شرق، شوروی و تمام اقمارش هم روابط تقریبا گام به گام اقتصادی و سیاسی گسترده پیدا کنه. میخواستم به همین میخواستم به همین مسئله اشاره کنم. این انشقاق به هر حال در داخل که میبینیم نتیجه چیست. بعد از 20 و چند سال رهبری آقای خامنه ای، حالا اون دوران 10 ساله آقای خمینی رو بذاریم کنار، میبینیم که وضع به کجا رسیده، که مردم واقعا از نظر معیشتشون در چه فقر و فلاکتی هستن، فحشا و اعتیاد و غیره و زنه که همه رو میدونیم. اما در صحنه بین المللی عرض میکنم، اشاره کردید به مورد روسیه. اولا ما در گذشته یک سیاست متوازنی بدون اینکه بخواهیم نمیدونم هر روز یکی رو تهدید بکنیم علیه آمریکا، علیه اسرائیل، علیه غیره و زالک و این چیزا، یک سیاست متوازنی داشتیم که با شرق و غرب جهان روابط حسنه داشتیم و با کشورهای منطقه هم همچنین، حتی در مسئله اسرائیل هم توانسته بودیم که توازن برقرار بکنیم. اما این سیاست الان وجود نداره. حالا چسبیده اند به روسیه و اشاره کردید به عنوان مثال. ببینیم که مثلا چسبیده شدن به این چه سودی واسه ایران داشته. بیش از 20 سال است که داره یک نیروگاه میسازه، هنوز نساخته. تمام دستگاه ها در تمام نهادها نفوذ داره. حالا هم میگوین ممکن است که روسیه در مذاکرات 5+1 همراه دیگران حرکت نکنه. خب چه خواهد شد؟ آقای روحانی آمده است که این مسئله را حل بکنه. اگر بخواد روسیه برخلاف روندی که جامعه بین المللی انتظار داره قدمی برداره، این دقیقا به زیان جمهوری اسلامی و مردم ایران هست. خب باعث میشه که به تفاهم نرسند. چگونه دلشون رو خوش کردن که یکی از کشورها که تازه روسیه رو همین دیروز رو میبینیم که همون کشورهای گروه 8 شده بودن، حالا باز دوباره تبدیل شدن به گروه 7. اون گونه نیست که روسیه بخواد در جهان سیاست تعیین کنه. درست است که کریمه رو گرفته، همه اینا حالا بحث جداگانه‌ای داره، ولی اگر چنین اقدامی بکنه و هماهنگ حرکت نکنه، زیانش باز به مردم ایران خواهد رسید، تحریم‌های بیشتر و احتمال اقدامات بسیار سنگین‌تر هم در پیش است. آقای محمدی در این برنامه اشاره کردن که اون 10 سال آقای خمینی رو بذاریم کنار، راجعیم 20 و چند سال آقای خامنه ای صحبت کنیم که 10 سال هم کمی بیشتر بود. 10 سال آقای خمینی به گفته آقای کروبی فیلسوف عارف، بیش از 500,000 نفر در جنگ با عراق کشته شدن، جنگی که تا مرحله دفع تجاوز عراق مشروعیت داشت، اما به اصرار آیت الله خمینی و اطرافیان او از جمله آقای رفسنجانی و بقیه ادامه پیدا کرد و در زمان آقای خمینی و چندین هزار نفر در زندان‌ها کشته شدند، کشتارهای دهه 60 در زندان‌های ایران به دستور آیت الله خمینی و اعدام‌های مکرر. همین عارف مورد نظر آقای کروبی همه به یاد دارن، اسناد هست که فتوا داده بود، حتی یک گروه مخالف، حتی هر اندیشه و افکاری که داشته باشی، چون این فتوایی از یک روحانی که به محض شناسایی اونها محاکمه لازم نیست، همونجا اعدام کنید. من آقای حیدری و آقای محمدی این خاطره رو ناچار مایلم بگم در اینجا. انیس منصور فیلسوف، نویسنده، روزنامه نگار معروف مصری و واقعا فیلسوف صاحب نامیست در دنیای عرب، میتونید سرچ کنید ببینید انیس منصور،
ایشون در مجلسی که بنده هم بودم در قاهره یک بار از من پرسید فلانی، شوخی هم میگم، مرد بالای سن اون موقع حدود 80 سالم داشتم، بسیار شخص تندرستی هم بودم خوشبختی، بهرحال که شما ایرانی ها خیلی مدعی معنویات هستید، خب حقم دارید، بسیار هم میشناخت ادبیات ایران، حافظ دارید، مولوی دارید، سعدی دارید، سنایی دارید، همه اینا رو دارید و مدعی معنویات هستیم. گفتم بله متاسفانه یا خوشبختانه این ادعا رو داریم. و گفت خیلی خوب، این یه حقیقت دیگه هم هست، این که روحانیت هر مملکت و ملتی هم قبول داره که نمایندگی میکنه یا معرف معنویات اون کشور و ملت هست. اونو من متوجه شدم در یک دامی دارم میفتم، ولی گفتم بله این هم هست تقریبا. حالا من یک سوال از شما دارم جمشید، شما وقتی روحانیتتون اون موقع خمینی بود این همه خون ریز و آدم کش هست، شما اون خود ملت چطور هست؟ خب به طب به شوخی میبین صحبت آقای کروبی من یاد این حرف انیس منصور انداخت، برنامه شما نیز هست، اما من صحبت بسیار کردم آقای حیدری عزیز، در جنوب شرقی ایران یک سرباز ایرانی توسط سازمان گروه تروریستی جیش العدل کشته شد، روبوده شد، به گروگان برده شد و سرانجام کشته شد. پیش از اون هم این رو هم بگیم که باز کشته شده بودن چند مرزبان و در بلا فاصله حکومت جمهوری اسلامی چندین بلوچ زندانی، ایرانیان بلوچ زندانی رو اعدام کرد بلا فاصله، چون این واکنش هم دولت جمهوری اسلامی آقای حیدری چه اقداماتی میتونست انجام بده برای پیشگیری از اعدام یا قتل این مرزبان ایرانی، این جوان ایرانی، و فروکش ساختن دامنه خشونت در این منطقه؟ اگر قاعدتا جمهوری اسلامی و مقاماتش به دنبال این بودن که این چنین وقایعی در کشور ما اتفاق نیفته، این ثروت طبیعی که ملت ایران داشتن رو به طور مساوی بین اقشار مختلف کشور تقسیم میکرد و مردم فقیر سیستان و بلوچستان در شرایطی به در واقع قرار نمیگرفتن که به اون سمت و سو برن که بخوان اسلحه دست بگیرن و برای گرفتن حق و حقوق خودشون چنین گروه هایی رو تشکیل بدن و برخی از فرصت طلبان منطقه‌ای هم از اونها بخوان سوء استفاده کنن و این مراکز تروریستی عملاً شیوع پیدا کنه، که خود جمهوری اسلامی هم البته دست بلندی در ایجاد همین گروه های تروریستی در جاهای دیگه داره. در قاعده کلی اگر واقعا میخواستن این چنین نشه، میشد با این گروه ها صحبت کرد و از در مصالحه برآمد، ولی خب جمهوری اسلامی به دنبال اینه که اقتدار خودش رو نشون بده و فکر میکنه اقتدارش در اینه که چند برابر اون افراد رو در زندان ها اعدام کنه و این رو یک شیوه درست میدونه. و اگر واقعا عقل سلیمی در ایران حاکم بود، ما میبینیم که در کشور اسرائیل که به نوعی جمهوری اسلامی ادعا میکنه که دشمنش هست، برای جون یک سربازش میاد و با تروریستایی مثل حماس معامله میکنه و هزاران در واقع زندانی حماس رو به خاطر یک سربازش آزاد میکنه، ولی عملا جمهوری اسلامی برای مردم ایران ارزشی قائل نیست که بخواد این گونه عمل کنه و حالا به نوعی با اینها از در مصالحه در بیاد و تعدادی از افرادی که وابسته به اونها هستن رو بخواد آزاد کنه و جون این سربازها رو نجات بده، که یک کار در واقع حقوق بشریه و عملا میبینیم که باعث تأثیر بسیاری از ایرانیان شده که این اقدامات در واقع در جمهوری اسلامی این گونه باهاش رفتار میشه. یعنی دیپلماسی جمهوری اسلامی میتونه بهتر از این عمل کنه، منظور شماست؟ خب قاعدتا میتونستن از کانال هایی که وجود داره از طریق پاکستان یا افغانستان که به نوعی با این گروه ها در تماس هستن مذاکراتی رو انجام بدن، بتونن تعدادی از افرادی رو که مد نظرشون بودن، حالا برای اینکه اونها رو در واقع راضی به این کنن که اون سربازها رو آزاد کنن، رها کنن. ولی خب جمهوری اسلامی عملا این گونه عمل نمیکنه، چون برای جون این سربازها و نه این سربازها، برای بقیه مردم ایران هم ارزش قائل نیست، که همونجور که خودتونم الان در صحبتاتون گفتین در جنگ ایران عراق این همه جوان ایرانی کشته شدن، سوای اونهایی که حالا در زندان‌ها اعدام شدن، و آقای خمینی دائما صحبت از این بود که تنور جنگ رو باید ما شعله‌ور نگه داریم و این جوان‌ها باید جونشون در واقع در این جبهه‌های جنگ از بین بره، و می‌بینیم که الانم برای این سربازها هیچ اقدام عملی انجام نمیدن و تک تک دارن در واقع اعدام میشن یا توسط این گروه تروریستی دارن از بین میرن. آقای محمدی
آقای حیدری هم اشاره کردن جمهوری اسلامی خودش سازمان های گروه تروریستی مشابهی داره و حتی از گروه های تروریستی اهل سنت هم اندر لزوم حمایت میکنه و اصلا پیش میبره. در سوریه چنین میکنه، در عراق نیز حتی دست جمهوری اسلامی در عملیات داعش و بقیه رو شده و خیلی ها میدونه و گروه های تروریستی دیگه. اما و میدونیم هم که دولت پاکستان یا بخشی حداقل از سازمان های اطلاعاتی پاکستان پشت سازمان های تروریستی مثل جیش العدل هستند و برخی هم در اون سوی خلیج فارس حتی انگشت اتهام به طرف دولت قطر هم نشونه رفته به خاطر حمایت از گروه های تروریستی در همین منطقه و جای دیگه. اما نکته این هست که زمینه این همه مسائل و این همه مشکلاتی که در بلوچستان ایران هست، فقر و وضعیت معیشتی مردم هست. آیا برای این کار یکی از راه‌های ساده الان هم که سال اقتصاد مقاومتی است با مدیریت جهادی؟ بله. چه کسی بهتر از خود فقیه حکومت آیت الله علی خامنه ای که بیاد در یک مدیریت جهادی این یک قلم 95 میلیارد دلاری که زیر نگینشون هست به گزارش رویترز و بقیه بخشش رو آزاد کنن برای سیستان و بلوچستان آبادی و آبادانی را بندازن، برای پای افزار برای کودک بلوچ، آب آشامیدنی برای مردمان منطقه و بقیه کارها. بله. از این مدیریت جهادی تر دیگه کجا میشه پیدا کرد؟ این نامگذاری سالها و اینا که جناب چلنگی تعارف است و شوخی است و شعاره در مورد مدیریت جهادی تازه است، مال امساله. عرض میکنم این نامگذاری سالها به طور کلی شعار هست و در واقع جنبه تبلیغاتی داره. اما هم شما و هم جناب حیدری اشاره فرمودید که ریشه این داستان، من یادم هست یک مهمانی در هفته گذشته که مهمان شما بودن در برنامه اشاره کردن در برنامه سرزمین ما که آقا این بلوچ ها کوله بری میکنن، مثلا دو تا پیت نفت رو میبرن اون ور تو پاکستان بفروشن برای که زندگیشون بچرخه. آقای دو شوکی بودم. بله. و حالا شما میبینید که 17 میلیارد دلار فقط در سال گذشته صرف گروه های مختلف در سوریه میکنن و به رژیم بشار اسد کمک میکنن که باز هم گروه ها درگیر هم هستن. در این که جیش العدل به کی وابسته است یا نیست، ولی من بحثی که میخواهم بکنم این استش که بنیانگذار این گونه کارها خود نظام جمهوری اسلامی بوده. 1982 وقتی حزب الله رو درست میکنه در لبنان توسط آقای محتشمی پور و بعد گروه های دیگر، حماس و حزب الله و جهاد اسلامی و دیگر گروه ها، بعدن هستش که این گروه ها مثل قارچ سبز میشن و خیلی هم عجیب نیست. ببینین 17 گروگان ها رو، همین 5 نفر رو، آخه نظامی که هر روز میگوید من تمام ارتش آمریکا رو، ناوهای نظامیش رو با دو تا موشک از بین میبرم، 5 نفر مرزبان خودش رو نمیتونه حفظ بکنه، به طوری که 4 نفر میان 10 نفر میان مسلح اینا رو میگیرن میبرن، این یه طرف داستان. بعد 17 بهمن اینا رو دستگیر میکنن، 2 هفته بعد میبینیم در زندان آقای علی نارویی رو میگیرن اعدام میکنن چون با اینها در ارتباط است، با اینها فامیل است. خب اینها هم تحریک میشن چه بکنند از نظر وضع اقتصادی که اون وضعشون، از طرف دیگه دائم الان اشاره کردند که نظام جمهوری اسلامی همواره میخواد قدرت نمایی کنه و شما اشاره کردید به کشتارهای سال 67 چه کرده بودن اون زندانیان، جز این که تاوان اقدام مجاهدین خلق رو در حمله به ایران خوب است یا بد است و کاری ندارم، اونایی که در زندان بودن آقای خمینی دستور داد همشون رو اعدام بکنید، خب کسی دیگر رو اعدام میکنن به جرم کسی دیگه. اینجا هم همینه، جیش العدل اگر کاری کرده است، اول آمدن پاکستان رو تهدید کردن که ما لشکر میکشیم میاریم میبریم، بعد اومدن 4 تا مسئول رو عوض کردن، گفتن خب آخه شما وقتی عرضه اداره و یعنی تأمین امنیت
پنج تا مرزبان خودتون رو ندارید و حالا هم باز دوباره با سیاست غلط میرن جلو و ادامه میدن. خاطرتون باشه جناب شلنگی وقتی که عبدالملک ریگی رو گرفتن، خب همین پاکستان همکاری کرد و پاکستان هم همکاری میتونه بکنه، ولی کار رو به جایی میرسونن که الان هم باز دوباره تهدید به حمله نظامی وجود داره، قبلا هم سابقه داره که به بخشهایی از اون مناطق واقعا موشک اندازی و نمیدونم خمپاره اندازی کردن و این راه حل مشکل نیست، به خاطر اینکه خود جمهوری اسلامی چنین گروه هایی رو اصلا بنیانگذارش از جناب شالنگی و فشارهایی که در منطقه به مردم واقعا نیازمند بلوچستان و به قول شما 95 میلیارد دلار زیر نگین آقای خامنه ای هست از بابت ستاد فرمان اجرای فرمان امام. مرزبانان ما رو دیدیم وضعیتی که در زیر یک چادر با چه وضعیتی واقعا غم‌انگیز، اصلا در اون نقطه چه میکردن من نمیدونم چه نقطه مرزبانیست بالای کو. یک نقطه رو من بگم، سازمان ملل متحد در چارچوب پیمانها و قراردادها و کمکهایی که به ایران کرد، آقای حیدری قطعا اینو میدونن، آقای حیدری شما به ما خواهید گفتش که ببینید سازمان ملل متحد ابزار و ادوات هر چه که هست در اختیار ایران قرار داد در دهه 1990 به بعد، زمانی که قرار شد مبارزه با مواد مخدر رو در ایران یاری بده سازمان ملل. البته بعدها متوجه شد که خود قدرتمندانی در ایران دست دارن در این داستان و رها کرد. ابزار بسیار زیادی به مرور در اختیار ایران قرار گرفت تا اوایل دهه همین سالها و داشتن چیز سخت نیست، دوربین هایی که در شب میبینه، همه اینها سر از گروه های تروریستی خود جمهوری اسلامی در عراق در بود، به جایی که در اختیار مرزبانان افغانستان و پاکستان قرار داده بشه برای مبارزه با قاچاق در اون مسیر و اینها. اینی که من میگم خدمت شما، این وقتی به دست اومد از تروریستایی در عرض کنم خدمتون عراق، خیلی از این وسائل اونجا کشف شد. چرا چنین میکنه آقای حیدری؟ جمهوری اسلامی چرا چنین میکنه؟ یعنی چرا چنین میکنه کاملا روشنه، اما آیا یک همچین اقداماتی رو در چه مسیری انجام میده؟ کجاش به نفع خود حتی جمهوری اسلامی هست؟ خدمت رو عرض کنم که جمهوری اسلامی دائما در حال بحرانسازی در خارج از مرزهای خودشه و برای ایجاد این بحرانها احتیاج به این گروه های تروریستی داره و قاعدتا باید اونها رو تغذیه کنه و از کانال های مختلف، حالا شما اشاره کردین به همین کمک هایی که برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده، حتی مواردی بوده برای کمک به زلزله زدگان از سوی کشورهای دیگه، چادر و امکاناتی در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته که اونها رو به زلزله زده ها یا سیل زده ها داده نشده و اینها در اختیار همین ارگان های وابسته به سپاه داده شده، اونم بخش سپاه قدس، و اینها در اختیار همین گروه های تروریستی داده شده برای اینکه منافع جمهوری اسلامی رو در این کشورها در واقع تامین کنن. بحران هایی که جمهوری اسلامی خودتون شاهد هستین در لبنان، در یمن، در عراق، افغانستان، در سوریه داره ایجاد میکنه، همواره اینه که استراتژی جمهوری اسلامی اینه که جنگ ها رو از مرزهای خودش به اونجا منتقل کنه و در مذاکرات های بین المللی بتونه امتیاز بگیره و این هم رویه‌ای بوده که در طول این 30 سال انجام داده. ما میبینیم که کشورهای غربی هم با این رویه کنار اومدن، مثلا گروگانگیری هایی که توسط حزب الله و گروه های در واقع جهادی دیگه‌ای که با جمهوری اسلامی در تماس بودن در لبنان یا جای دیگه انجام شده و بعد اینا اومدن مخفیانه مذاکره کردن در قبال امتیازی که به جمهوری اسلامی دادن، اون گروگانشون آزاد شده. یا همین عملیات‌های تروریستی که در اروپا انجام شد و کشورهای اروپایی عملاً بعد از مدتی عوامل همین ترورها رو آزاد کردن. اینه که جمهوری اسلامی استراتژیش اینه که با حمایت از این گروه های تروریستی و دادن امکانات و منابع مالی به اونها میتونه در مذاکراتی که با کشورها داره از اونها امتیاز بگیره و از طرفی هم در راستای در واقع توسعه و صدور انقلاب که شعار بنیادی این تشکیلات هست هم از اینها داره استفاده میکنه. خب اشاره شد به کشتارهای دهه 60 در زندانها، بیش از 3000 نفر، آمار مختلفی از بین 3 تا 15 16 هزار انسان در زندان ها
اعدام شدن به فرمان آیت الله خمینی، عارف و فیلسوف خطاب شده از سوی آقای مهدی کروبی. آقای مهدی کروبی در اون زمان از مشاوران آقای خمینی بودن و از سمت‌های بالای ولایت فقیه. برای روشن شدن آنچه که در این کشتار انجام شد، پیامدهاش، پشت پرده داستان که بیشتر یعنی اکثریت اعضا سازمان مجاهدین خلق بودن، آقای محمدی اشاره کردند که دوران محکومیتشون رو میگذروندن در زندان. میتونید به خاطرات آیت الله منتظری که البته اجازه چاپ پیدا نکرد در ایران، اما روی اینترنت میتونید پیدا کنید، ببینید. آیت الله منتظری در اعتراض به همین موضوع بود که بالاخره جانشینی آقای خمینی گذشت و کناره گرفت، کنارش گذاشتن، ابایی هم نداشت از این موضوع. خاطرات آیت الله منتظری در این زمینه حتما خوندنی است برای کسانی که خواستار نگاهی به تاریخ ایران پس از انقلاب هستند. پشت پرده ولایت فقیه چه می‌گذرد؟ گوشه‌های مهمی شد آیت الله منتظری روشن کرده در خاطرات خودش، در همان زمانی که آیت الله خمینی فرمان کشتار داد و آقای مهدی کروبی در کنار آیت الله خمینی بود و همین آقای میرحسین موسوی نیز نخست وزیر. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. تفسیر خبر، شبکه تلویزیونی ایران فردا. پی میگیریم تفسیر خبر رو. آقای محمدی عزیز، این مدیریت جهادی یکی از خصوصیاتش یا پیامدهاش یا نمونه های موفقش در سال گذشته بسیجی اقتصادی آقای بابک زنجانی بود، که بگیم آقای بابک زنجانی خب طبعا تنها نیست، دست های قدرتمند ولایت فقیه یا ولایت از اون پشت برای مرتبط هستن. به کجا رسید؟ ظاهرا چرا این روند طی میشه؟ آقای محمدی همیشه یه کسی اعلام میشه، آقای خاوری این اون، یه مدتی جنجالی دربارش هست، بعد دیگه کم کم به فراموشی سپرده میشه. والا انقدر بحران پشت بحران، یعنی آقای حیدری اشاره کردن خیلی به درستی ماننده همیشه، که بحران سازی میکنه جمهوری اسلامی. هر روز بحران ایجاد میکنه، مردم رو سرگرم بکنه به این بحران تا میان این رو هضمش بکنن. هنوز معلوم نیست چی شد، یکی دیگه. و شما نگاه بکنید، اشاره کردید به آقای خاوری، درست در زمانی که اون 3 میلیارد دلار قرما میشه، در واقع چپاول میشه، آقای خاوری بعد از یک بازجویی که داشته به بهانه کنفرانس میاد لندن، از لندن هم میره کانادا، بعد میفهمن همه فامیلش و خودش اصلا تبعیت دوگانه دارن که به هیچ کس داده نمیشه. یا مثلا آقای بابک زنجانی و غیره، اصلا همین داستانشون که میدونیم که آقای زنجانی یک عامل دست دوم سومه، تازه اون بالایی ها هستن که بسیار دستشون بازتره و به احتمال قوی آنچه که برداشت کردن، آنچه که چپاول کردن، بسیار بسیار بیشتر از این چندین ده میلیاردیه که آقای زنجانی داره. اما همین پولی که آقای زنجانی به قول خودشون 17 میلیارد، به قول بعضی ها 37 میلیارد چپاول کرده، همین رو اگر صرف بلوچستان میکردن، والله به اینجا نمیرسید کار. مسئله این استش که جمهوری اسلامی با خلق اینجور بحران ها زندگی میکنه. درست میگن آقای حیدری، در برنامه گذشته آقای اردوان روزبه اشاره کردن که این ترورها و وحشت ها قبل از انقلاب شروع شد و حالا میبینیم برای صدور انقلاب هم فقط با ترور و وحشت و گروه تروریستی درست کردن
دارن عمل میکنن و متاسفانه توانستن آرامش منطقه رو به هم بزنن. ما قبل از جمهوری اسلامی واقعا این مسائلی که یکی به خودش بمب ببنده و بره به شهادت برسه و همه رو منفجر کنه واقعا نمیدیدیم، ولی دیدیم که این مکتب شهادت رو که آوردن به اینجا رسیده. آقای حیدری هست، ببینید مقادیر زیاد که خیلی زیاد، همین میلیاردها دلار پول مردم، پول بچه های نازنین سیستان و بلوچستان، بچه های پا برهنه بدون پای افزار منطقه، همه جا در همون مسجد سلیمان شهر ما بغل چاهای نفت، من عکس هایی دارم که چه میشه گفت مردم چطور زندگی میکنه. عرض کنم خدمتتون اینا به خارج منتقل میشه، به ترکیه مثلا، در بانک های اونجا هست، در ترکیه هم خب البته یک گروه رو برکنار کردن، دست داشتن در این نقل و انتقال غیرقانونی پول ها در به ترکیه، اما دیپلماسی ایران، سفارت جمهوری اسلامی کنون ور قضیه است، یاری دهنده خروج این پول هاست یا بازگرداننده به سفره مردم؟ سفارت جمهوری اسلامی یا سرکنسولگری های جمهوری اسلامی عمدتا در جهت در واقع کمک به این تشکیلات بودن برای دور زدن تحریم. البته ناگفته نماند از زمان آقای هاشمی رفسنجانی پس از پایان جنگ، جمهوری اسلامی در واقع به سمت سوی رفت که بتونه این سردارای سپاه رو که از جنگ حالا فارغ شده بودن به نوعی مشغول کنه. اینه که اونها رو آورد وارد بازار اقتصاد کرد و بعضی از اونها رو هم در خارج از کشور با ایجاد شرکت‌های فرضی و برخی از شرکت‌هایی که حالا به نام افراد دیگه است اومدن اونجا کارگزارانی گذاشتن و سفارت‌ها و سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی هم به نوعی اینها رو پوشش میدن و به اینها خدمات میدن و این پول‌ها عملاً از چرخه امرار معاش مردم ایران خارج میشه و وارد در واقع همین شبکه‌های مافیایی میشه که یک دلارش هم خرج اون کودک در واقع حالا سیستانی یا اون افرادی که در خوزستان در روی اون منابع نفتی هم اصلا نمیشه و روز به روز ما میبینیم که شرایط در این که مناطق بدتر داره میشه و باعث بروز اعتراضاتی میشه که خب دامنش کشیده میشه به این گونه که برخی از کشورها میتونن استفاده کنن و برای جمهوری اسلامی از همون متدی که خودش داده گروه تروریستی درست و بلای جون خود تشکیلات جمهوری اسلامی بشه. یعنی عملا سفارت سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی هم همچنان شریک دوست هستن. بله، نمونه بارزشی که میتونم بگم همین آقای ناصری که خب خودشون جزو اعضای وزارت خارجه بودن و جزو همین تیم آقای ظریف بودن در نمونه های مختلفش خب باعث اختلاس و گرفتن پول شدن و عملا کنار گذاشته شدن و اکثر مدیران جمهوری اسلامی مبتلا است. خب خود آقای ظریف هم زمانی که در سازمان ملل متحد بود متهم هست که بخش بزرگی رو از سرمایه های وابسته به بنیاد پهلوی پیش از انقلاب که بعدا به بنیاد علوی تغییر نام داده شد، چون صاحب سرمایه‌های بسیار بود، املاک یعنی ساختمان‌ها و درآمدهای مختلفی، سرمایه‌گذاری ایران پیش از انقلاب بود، بعد از انقلاب به خاطر تحریم‌های ایران در ارتباط با گروگانگیری اینا بلوکه شد، مسدود شده در اینجا، پولی که از اینجا به دست میاد بیرون نمیره، این سرمایه بزرگی شد. بخشش رو جمهوری اسلامی در واشنگتن به کارگزارای سیاسیش میده، پادوهای سیاسیش، بخشیش هم در دست همین نظرات هست، از جمله آقای ظریف که سرمایه گذاری کردن در جاهای مختلف در آمریکا، این اتهام متوجهشون هست، توضیح ندادن. یک در این مورد حتما بعد تا صحبت خواهیم کرد بدون هیچ ملاحظه ای، اونچه که مربوط به مردم ایران و سفره مردم ایران هست. یک دقیقه وقت داریم آقای محمدی عزیز، در همین زمینه میشنویم، دیپلماسی ایران و دزدی از سفره مردم ایران. ببینید همونجور که اشاره کردن به درستی، این استش که جمهوری یعنی سفارتخانه های جمهوری اسلامی در تمام برنامه ها، نه تنها فقط مسائل مالی، مسائل دیگر هم نقش بسیار بسیار موثری داره. خاطرتون باشه آقای موسویان که اون موقع سفیر بودن در آلمان، طبقه سوم سفارت محل اطلاعات و ضد اطلاعات و در واقع مدیریت همون کشتارهایی بود که در خارج از کشور انجام شد.
فقط مسئله مالی نیست، طبیعی است که ثروتی که ایران در خارج از کشور داره چیز کمی نیست، به ویژه وقتی میبینیم که در دبی و کشورهای دیگر چه سرمایه گذاری کردن، در کانادا همینطور. بنابراین خود جمهوری اسلامی از طریق سفارتخونه‌هاش به هر حال هدایت میکنه و دستی روی این اموال داره. در هر کجا که انگوش بذارید جناب چالنگی وضع به همین صورته، از امامزاده هایی که در کشور درست کردن و پول جمع میکنن بگیرید تا بودجه هایی که برای سازمان ملل و سفارتخونه ها تعیین میکنن. درباره سرداران جنگی، سرداران فقاهت، ولایت فقیه صحبت بسیار هست. همین رو من بگم که پس از انقلاب در تلویزیون ملی ایران که به تصرف در اومده بود، عناوینی رو آمدن و حکم حتی دادن که شما عین شبیه همین به سمت پرویز از تاریخ 2-3-58 به سمت پرویز یا حقی منصوب میشه، درست مثل این. و انتظار داشتن از بابایی که آورده بودن از هر جایی، از زیر عبای هر ملای به قدرت رسیده ای، انتظار داشتن مثل پرویز یا حقی هم ویولون بزن. این حرفیه من به یکی از همین مدیران آمده بعد از انقلاب گفته بودم، آقا شما این کارهایی که میکنید به باد خواهید داد این مملکتو. اصلا همین آقای بهشتی که بعد خواهد سازمان میراث فرهنگی شد، اگر برنامه ما رو ببینید یا میبینید ازش میتونید سوال کنید، و فخرالدین انوار و بقیه حضرات که الان اصلاح طلب شدن و هر چه که هست. به هر حال این سرداران ما هم چنین هستن، یعنی سرداران حضرات. بد نیست که بیان میزنن دیگه، سردار فیروزآبادی، سردار هر چه که هست، سردار جعفری، نه دوره نظامی نه هر چه. در باره این آقای محمدی یک روز به طور مفصل حتما صحبت خواهیم کرد. سردارانی که جنگی رو به شکست انجام رسوندن و بعد در جنگی با سفره مردم ایران البته پیروزمندانه در حال پیشروی هستند تا ادامه این جنگ لقمه‌ای بر سفره مردم نخواهد ماند اگر چنین بماند. سپاسگزار هستیم آقای ناصر محمدی عزیز و سپاس آقای محمد رضا حیدری گرامی. با آرزوی سالی خوش برای شما عزیزان و خانواده های شما و برای بینندگان عزیز در هر کجای جهان که هستید، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبدان آسماری، الوند، کوه و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خجسته، نوروزتان پیروز باد.